بذار دستتو ببوسم آقا. خیر باشه مظفر خواه. اینو کارلین داده، بدمش به شما. خدا جمیله بمونه پیش ما، به جز ما کسی رو نداره، حداقل تا وقتی که باباش از زندون بیرون بیاد بذار پیشمون بمونه. ها چی میگی جمیله؟ میذاری بمونه؟ باشه مامان، هرچی تو بگی. تا موقعی که علی از زندان آزاد بشه پیشمون بمونه. آخ عزیز دلم، عزیزم. مصطفی
علی. پسر تو دیدی؟ حالا میخوای اونو با خودت ببری؟ من نتونستم بالا سر پسرم و شمجا میدم. مصطفی رو خیلی خواستم، واقعا میخواستمش. با کلی امید و آرزو اومدم اینجا. گفتم یه مصطفی رو برمیدارم، با خودم میبرمش خونه، براش پدری میکنم، اما نمیتونم. قدرت این کارو ندارم، توانشو ندارم. پیش تو باشه بهتره. همه بچه‌ام همیشه تو رو خواستن جمیله. من براشون پدری نکردم. ببین تو بغل تو چقدر آرومه. مطمئنم مثل بچه خودت باش رفتار کردی. بذار همینجا بمونه، ازش مراقبت کن. ممنونم جمیل. تو باز کن ببینم، باز کن، باز کن، باز کن. آفرین. اگه همش رو تموم کنی برات یه سورپرایز دارم. چه سورپرایزی؟ بگو ببینم. نمیشه، اول باید غذا تموم بشه. باز کن ببینم. آفرین به تو. اگه میدونستم به خاطر این میای، زودتر از اینا یه گوله تو سرم خالی میکردم. نه دیگه، حداقل بعد خودتو مینداختی جلوی بمب اتم. اون موقع میومدی نجاتم بدی؟ مطمئن باش که میومدم، ولی منم تا یه حدی از دستم برمیاد.
اگه منو دوست داشتی حتما نجاتم میدادی، پس یعنی منو دوست نداری. بیا تو. سلام آقا. سلام سلیمان. آلین خانم، مهدی از خونتون تماس گرفت با شما کار داشت، منم میخواستم بهشون اطلاع بدم اما گفتم شاید شما نخواین چیزی رو بدونن. باشه سلیمان، میتونی به مامانم زنگ بزنی؟ میتونی باشون صحبت کنی؟ آره آره میشه زنگ بزنی. همینه. مامان تلفن. خب خودت بردار دیگه. شما بردار، با من که کاری ندارن. الو مامان. آیلین دخترم چطوری؟ خوبم مامان. هیچ خبری ازت نشد؟ نگرانت شدیم دخترم. امروز زنگ زدیم مته با آقا سلیمان حرف زد. مامان نگران نباش، خوبم. چند روزی اومدم مزرعه آب و هوایی عوض کنم. مرادم پیش توه؟ نه پیشم نیست. چرا نیست؟ چرا نیومده؟ نکنه حالش خوب؟ مراد دیگه مامان، میخواست بیاد اما کار براش پیش اومد نتونست بیاد. تازه اینجا رم زیاد دوست نداره. صدات گرفته دخترم، چیزی شده؟ نه به خدا چیزی نیست. باشه انشالله چیزی نباشه. منم میخوام بهت یه خبری بدم. چی شده؟ بابات از زندان اومده بیرون. الو آیلی. شنیدم مامان. سلام برسون. مت سلام میرسونه بهش. خیلی سلام برسون. به زودی میبینم اتون. خداحافظ. هیچی رو نمیشه ازش پنهون کرد. گفت صدات خوب به نظر نمیرسه. چجوری میفهمه نمیدونم. بابام از زندان اومده بیرون. چی شد ماما؟ چیزی شده؟ نه چیزی نیست، فقط حس کردم صداش گرفته. میگفت چند روزی رفته تو مزرعه بمونه. خب بره، مگه نمیتونه بره؟ چرا میتونه، اما نمیدونم، دلم یهو شور زد. تو داری میری؟ آره میرم، میبینم ات ماما. خداحافظ. پسر عزیزم رفت؟ آره رفت. چی شده مامان؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ ممنونم که قبول کردی مصطفی رو نگه داری دخترم. علی هیچ وقت نمیتونه این کار تو رو جبران کنه. نمیدونم چی بگم. تو از بچه یه تو شیکمت گذشتی اما نتونستی اذیت شدنه بچه یکی دیگر رو ببینی. هر کسی دل این کارو نداره، این کارا جرأت میخواد. ول کن مامان این حرفا رو نزن. این کار از رو خوبی نبود، از رو اجبار بود. قلبم آتیش گرفته، نمیتونم این حال و روز علی رو ببینم. در حقم خوبی نکرده اما منم یه مادرم. جیگرم خونه. Thank you.
چی کار میکنی؟ آروم آروم. خونه نه، خونه من نه. نه اومدیم خونه من، چون تو نتونستی راه خونتو درست نشونم بدی اومدیم اینجا. برای همینم امشب مهمون منی. میخواستم یادی از گذشته ها بکنم، ولی تو خیلی عوض شدی. یه اینجا ببینم. یه زمانی از این کیف دست دست پول می اومد بیرون، ولی حالا ببین چی ازش در میاد. در این لحظه برنامه امشب به پایان رسید. امیدوارم به همه تون خوش گذشته باشه. حسر داشتم بخه چند تا این دخترها رو میزدم. باز این نجاتی کاراشو شروع کرد. پس بگو از الان باید پنجره رو برات باز بزنیم. اصلا تازه یاد گرفتم چی کار کنم. دیگه به هرکی رسیدم کارت ویزیت نمیدم. اینجا رو نگاه. این چیه پسر؟ شماره تلفنه؟ از این به بعد واسه اینکه کار آسون تر بشه شماره رو کف کفشم می نویسم. آقای وقتی از یه دکتری خیلی خوشم میاد آخر کار اینجوری پامو میارم بالا. خب وقتی هم که دارم آهنگ می خونم اینجوری پامو میارم بالا. اگرم دختره خوشش اومده باشه که میدونید همیشه همینطور بوده بعدش به هم زنگ میزنه. اما این اصلا مهم نیست آقایون. چیزی که مهمه اینه که بی سر و صدا کارمو پیش میبرم، یعنی کارت ویزیت به هر کسی نمیدم. عقل دیگه آکمن نگرش نداشته. عجب آدمی هستی تو. عجب فکری داری بس. چه غلطایی که نمی کنم. چیه پسرا؟ کجاش خنده دارم؟ جوونم هم خوش، ریپم هم خوشگل. کیه؟ منم ژاله. ژاله خانم اومده بچه ها پشت درم. درست رفتار کنی. باشه 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 باشه. کسی نمیخواد منو دعوت کنه بیام تو؟ ژاله خانم خیلی ببخشید، مثل اینکه از من مؤدب‌تر تو این اتاق نیست. خواهش میکنم بفرمایید تو. خواهش میکنم. خوش اومدین، مشرف کردین. بفرمایید اینجا بشینید.
لطفا بفرمایید همین بر. زود باشین آقایون، داره دیر میشه، ما هم بریم لباسامونو عوض کنیم. زود باشین، زود باشین آقایون. بیا برو دیگه. تو نمیخوای آماده بشی مته؟ یکم دیگه میرم. زود باش آماده شو، چون که من برات یه سورپرایز خوب دارم. چی هست؟ راز عزیزم، راز. آخه قیافه این معصوم و محجوبشو ببین. میخوای امشب با هم برقصیم؟ ما دوتا؟ اشکالی داره؟ معلومه که اشکالی نداره. پس اگه اینجوریه بریم. نمیدونم، من بهت قول داده بودم اجازه بده به قولم عمل کنم، وگرنه ناراحت میشم. باش بریم برقصیم. تو برو حاضر شو، من اینجا منتظرت میمونم. چطوره؟ وضعیتش خوبه؟ خیلی خوبه. فعلا نذاریم بلند شه، نباید راه بره. بعد تا چند روز دیگه استراحت کنه و از جاش بلند نشه. بعد دوباره ماینش میکنیم و بخیاشو میکشیم. خیلی خوب. ممنون، لطف کردی. میتونی بری. کجا میری؟ دارم میرم. کار دارم. همینجا بمون. پیشم باش. بری دلم برات تنگ میشه. باشه. یکم دیگه میمونم. نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود. اینو خوب میدونم، چون منم دلم تنگ شده بود. اما تو هر وقت خواستی اومدی دیدن من، ولی من چند ساله که تو رو ندیدم. وقتی از دور میدیدمت بیشتر اذیت میشدم. بعضی وقتا انقدر بد نزدیک میشدم که میتونستم لمست کنم، اما نمیدونستم. موهاتو میدیدم که باد بینشون میپیچه و میرخزه. به باد حسودیم میشد، چون که باد میتونست تو رو نوازش کنه، اما من نمیتونستم. میخواستم که تو چشات نگاه کنم، میخواستم صدا تو بشنوم، لمست کنم. دلم گرمی لباتو میخواست، اما تمام کاری که میتونستم انجام بدم این بود که بدون این که منو بتونی ببینی برات یه ستاره دریایی بذارم. اما از دور نگات میکردم، تعجب و خوشحالی تو میدیدم، همش نگران بودم نکنه یه موقع خوشحال نشی. به خودم میگفتم اگه خوشحال نشی یعنی من فراموش کردی، اما تو هر دفعه مثل بچه ها میخندیدی. درست همون موقع تمام دنیا مال من میشد. بهترین لحظه زندگیم همون موقع بود. آیلین چطوره؟ خیلی بهتره. خب تو کدوم بیمارستان عملش کردن؟ نمیتونستم تو اون وضعیت آیلین خانومو ببرم بیمارستان. برای همین تو یکی از جاهای امنمون سپردمش به دست یه دکتر خوب. خب کی برمیگرده؟ مطمئنا نمیخوایم پلیس از اتفاقایی که اینجا افتاده بویی ببره، چون اون وقت تو دردسر میافتیم. پس بهتره که یه مدت دیگه از اینجا و از شما دور باشه. نمیشه، من میخوام آیلینو ببینم سلیمان. منو ببر پیشش. حتی اگه این حادثه اتفاقی بوده باشه، ولی آیلین خانم به وسیله شما زخمی شدن مراد خان. پس برای اینکه آیلین خانم آروم بشن و این تشنج بخوابه و وضعیت به حالت قبلی برگرده زمان لازم داریم.
برای همینم هم به نفع شماست هم به نفع آیلین خانم که یه مدت از هم دور باشین و هم دیگر رو نبینین. نمیتونم دستورتون اجرا کنم، متاسفم. تو از دستور من سرپیچی میکنی؟ من در خدمت شما. تا الانم با خدماتم نذاشتم هیچ ضرر و زیانی بهتون برسه. مطمئنن از این به بعدم همینطور خواهد بود. تو در واقع فقط از سونر دستور میگیری مگه نه؟ ها؟ من اصلا برای تو اهمیتی ندارم. مراد خان، اگه جسارت نباشه توصیه میکنم به این قضیه مثبت نگاه کنین. کسایی که تو موقعیت دستور دادن هستن و کسایی که میخوان رئیس باشن باید اشخاصی باشن که بتونن مسئولیت دستورایی که میدن و تصمیماتی که میگیرن رو قبول کنن. من به خاطر اشتباه شما که منجر به این اتفاقای بد شد میخوام از اشتباهات بعدی که ممکنه شما مرتکب بشین یا به وجود آوردن شرایط بدتر از این جلوگیری بکنم. پس به نفعتونه که مانع من نشین و بذارین راحت تر کارم انجام بدم. با اجازتون. ما داریم میریم، شما چیزی احتیاج ندارین جاله خانم؟ اگه یه ویسکی برام بفرستین ممنون میشم نجاتی. شب بخیر. شب بخیر. خدافتون بخیر. خدافز. حاضر شدی؟ بله حاضرم. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه چیزی نیست، ولی نظرت در مورد همچین لباس خوشرنگی چیه؟ زود باش. نکنه از من خجالت میکشی؟ همینجا بپوش. خودم میپوشم. استرس نداشته باش، راحت باش. خیلی ببخشید، مشروبتون رو آورده بودم، معذرت میخوام. بهتر نیست دفعه بعد در زدن امتحان کنی؟ خیلی بامزه و دوست داشتنیه نه؟ فقط یکم خنگه دیگه. بیا بریم. میبرمت یه جایی که کلی خوش بگذرونی. Seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain.
داری به چی نگاه میکنی؟ به تو. گفته بودی من شبیه یکی از آشناهاتم. انگار منو نگاه میکنی فقط یاد اون میفتی. منظرم یعنی اینقدر شبیه هم هستی؟ ظاهرتون بله. یعنی فقط ظاهرمون شبیه همه؟ آره. اخلاقمون چی؟ رفتارم؟ هیچ کس نمیتونه شبیه اون باشه. هیچ کس نمیتونه مثل اون باشه. بهتر نیست بریم؟ هر جور تو آقای متر، آقای متر، میخوایم ازتون عکس بگیریم. یه سوال کوچیک ازتون داشتم. آقای متر، خواهش می‌کنم چند لحظه. آقای متر، آقای متر، خواهش می‌کنم چند لحظه. آقای متر، خواهش می‌کنم چند لحظه. یه سوال کوچیک داشتم. آقای متر، خواهش می‌کنم. آقای متر، خواهش می‌کنم چند لحظه. یه سوال کوچیک ازتون داشتم. آقای متر، چند لحظه. آقای متر، خواهش می‌کنم. زهرا خوابید؟ آره خوابید. فردا میرم سر کار. خوشحال نیستی؟ چرا؟ میدونی که چقدر برای من مهمه، مگه نه؟ ها؟ یعنی کار کردن پیش مادرت. اگه تو زهرا نبودین هیچ وقت این کارو قبول نمی کردم. کار درستی کردی. درست و غلطش مهم نیست. کاریو کردم که عشقم دستور داد. برام مهم نیست که این کار درسته یا غلط. دوست دارم. مملکتم، کشورم، سرزمینم، نه توانی برام مونده نه پایی که تو راه تو قدم بردارم. خیلی وقت آرزوام تیکه تیکه شدن، ولی بازم امید دارم. تو الان فقط تو رویاهام، یعنی تو اعماق قلبمی، تو قصه های مادرمی. مملکتم، کشورم. دلتنگیامون تمام شد دیگه. تو ترکیه ای؟ این چه رو از کی شنیدی؟
وقتی خارج از کشور بودم تو خیابونای این شعر رو فریاد می زدم، داد می زدم، داد. ولی تو دلم نمی تونستم با صدای بلند این چیز رو به زبون بیارم. به خودم قول داده بودم نذارم قلبم به تلاتون بیفته. با نخوندن شعر و نزدن حرف دلت میخواستی نذاری قلبت به تلاتون بیفته؟ وقتی قلبت به تلاتون بیفته اون وقت باید یه جوری آرومش کنی. ببینم، این یعنی شاعر این شعرم به همین وضع دچار شده؟ نه، ولی من اون همه قدرت رو تو خودم نمیدیدم. قوی هستی، خودتو دست کم نگیر. بیا، به سلامتی آینده. به سلامتی روزه قشنگ آینده. منم خیلی شعر رو دوست دارم. وقتی خارج بودم شعرهای احمد عارف رو میخوندم، اونم با صدای بلند، حتی وقتی تنها بودم. زود باش بخون. الان؟ پنپه فردا صبح. الان دیگه زود باش. زود باش دیگه بجنب. باشه. از احمد عارف، شعر خاموش، قسمت آخرش. خاموش باش، کسی نشنود. من امشب میمیرم. امشب زیر نور ما تو را دوباره پیدا میکنم. تو را که تکه ای از ماه منی. تو را ای بوی سیب و انبرم. باز هم می شود یک دگر را ببینیم. روحم زهر می کشد. گفتم که بدانی این کوچکترین میخانه بازار است. مست موهایت هستم و آن چشمهای کودکانت. در این دنیای بی وفا کار احمد خوب پیش می رود، اما از قلبش خون می بارد. گریه می کند شب و روز. گریه می کند. دلت برای پلین تنگ شده، درسته؟ ببین با ما چه کار کردی. نمیتونم بخندم یا گریه کنم. با اینکه خیلی وقته میشناسمت، اولین بار دارم میبینم گریه میکنی. منم اولین بار تو رو تو این حال میبینم. چنگیز، تو پلین رو میشناسی، یعنی در مورد عشقم میدونی، اما من هیچی از تو نمیدونم. تا حالا کسی تو زندگیت بوده؟ یعنی اصلا تا حالا عاشق شدی؟ آره، تو دبیرستان شدم. تو دانشگاه چی؟ خودت میدونی که تو اون دوران همه یه وقتم روی فعالیت های سیاسی گذاشتم، واسه همین. باشه، اما یعنی هیچکی نبود که ازش خوشت بیاد؟ معلومه یکی بودا. کی بوده؟ اگه بگم باورت نمیشه. خب بگو، زود باش. آخه الان نمیشه اینجا. زود باش دیگه، کی بود؟ باشه، ولی قول بده به هیچ کس نگی. باشه. قول. آیتن. آیتن. آیتن.
همون دوست هم کلاسی پلینو میگی؟ آره همون. خب چی شد؟ خودش فهمید؟ یعنی چیزی بهش گفتی؟ نتونستم بگم. نمیدونه. ای بابا. خبر نداره. نمیدونه. ببین کی اونجا نشسته. باز برگشتیم به حال هوای مملکت.